فکند دیده عشق. می نویسم بر روی دفتر عشق، جاودان باشی ای فتنه عشق. در این قسمت از برنامه از خانم سمیه رامش، نماینده مردم در شورای حمایت کاهشمند دولت به جایگاه بیاورند و سخنان خودشان تبدیل. بسم الله الرحمن الرحیم. و لقد کرمنا بنی آدم. عرض و سلام و ادب و حرمت دارم خدمت همه شما عزیزان حاضر در برنامه امروزی و عرض سلام خاص و ویژه دارم خدمت استادای عزیز من که اونا رو دیدم فلن با هم که حرمت من و سلام من رو قبول کنم. خب اولین چیزی که در نمایشگاه امروزی نظر من جلب کرد کارتی بود که به شورای ولایتی رسیده بود تحت نام زن، گرافیک و هنر و وان دیزاین بسیار زیبایی که شده بود نشان میداد که این کار اصلا باید کار خانم‌ها باشه چون بسیار یک ظرافت خاص داشت و امروز هم که در این برنامه هستم بسیار خوشحالم که آمدیم یک قدم نیز برداشتیم در قسمت کار برای خانم ها و آن هم یک کار متفاوت. اولین نمایشگاه گرافیک خانم ها هست و قدمی هست برداشته شده که تا به حال حداقل در هرات من بیرونه ندیده بودم و همین دلیل زیر به حال نیست میگیریم و از کسانی که همکاری کردن از مؤسسه هست از نهاد فرهنگی اجتماعی این برنامه را رفتن برای خانم ها را ما تعدادی از خانم‌ها را تقدیم جامعه کنیم با یک شغل نرو. به یکی از افرادی هستم که همیشه مخالف با کلیشه های شغلی برای خانم‌ها بودم و بسیار امروز جای خوشحالی هست که ما خانم‌ها را در بخش گرافیک داریم، بخش هنر گرافیک. هنری هست که در دنیای مدرن امروز میتونم بگم حرف اول میزنه، در دنیایی که همه چیز مربوط به بازار هست، مربوط به تجارت هست، مربوط به اعلانات و رسانه میشه و به عنوان کسی که من مدت ها در رسانه ها کار کردم این کمبود احساس میشد که چرا خانم ها در این بخش نیستن. معمولا کار گرافیک همیشه به نوعی برای مردها سپرده میشد و حضور خانم ها بسیار کمرنگ بود. قلبن تشکر میکنم از کسایی که این برنامه را برای دختران هرات برنامه‌ریزی کردن و تبریک میکنم برای دختر خانم های عزیزی که از این رشته فارغ میشن و من امیدوار هستم که شرایط کار را برای خانم ها مهیا کنیم در این زمینه. این رقم نشه که زمانی که خانم ها از این رشته فارغ شدن برن و باز هم در خانه و یا به شغل هایی که خب تا به حال نپرداختن رو باز دوباره به نوعی پس داده بشن و شرایط کار فراهم نشه و سر مناسب نباشه به این که در این رشته که کار کردن نتونن کار کنن. و خوشحالم به این دلیل که خب هنر گرافیک بسیار نزدیک هست با زندگی خانم ها میتونه باشه، به دلیل اینکه گرافیک همیشه میتونه یک پیام داشته باشه، یک پیام میتونه بسیار زود با اندکترین زمان میتونه به شخص برسانه و در زندگی امروزه نیاز هست که برای آوردن پیام همیشه یک ظرافت هایی باشه، یک خلاقیتی باشه، خوبه که از هنر خانم ها هم در این زمینه استفاده بشه، مخصوصا در 16 روز کمپاین من خشونت علیه خانم ها هم هست. حتما توسط پیام های گرافیکی و تصویرهایی که خانم ها کار میکنند میتونن که اون صدای خود و اون خواسته خود برای من خشونت ها هم داشته باشن و جای خوشی هست که در همین هفته و در همین 16 روز کمپاین من خشونت این نمایشگاه ما رو ما افتتاح میکنه و شاهد پیام ها و کار زیبای خانم ها در این عرصه هسته و من هم به عنوان نماینده خانم ها و نماینده نسل نو در شورای ولایتی هرات و قبل توان از چنین پروژه های سر می کنیم و چنین برنامه های حمایت می کنیم و خانم ها و دختر خانم های عزیزی را که می خواهند در این بخش کار کنند در کنار را ایستاد می شیم تا به نوعی دیگه کسی به خانم ها هنگ ناتوانی را نزنه و هنگی را نزنه که خانم ها نمی تونن در بعض وقت ها کار کنند و نمی تونن و همیشه برای ما محدوده های خلق کردن، محدوده هایی که
زاده یک دن و یک زمان خاص بوده. امروز این نمایشگاه نشان میده که خانم ها در تمام اقسام توانایی دارند، در تمام اقسام میتونن کار کنند و خود ثابت ساختن. باز هم تبریک میگم و باز هم تشکر از تمام کسانی که برنامه را راه‌اندازی کردیم. امیدواریم که همین خانم هایی که از همین کورس وارد بشن، باز هم میگم شرایط کار برنا مهیا بشه و ما بتونیم در بخش های مختلف ببینیم که خانم ها کار میکنن و در شاهد دستاوردها و کارهای اونا باشیم. و باز هم سپاس از همه شما. به عنوان آخرین سخنان از خانم از شیراز شریف صدیقی فعال امور زنان خواهشمندی که تو ولی زنان خواهشمند رو بگیرید تا آمدن شد. همه بزرگ محترم، من که آزادم آزاد به مادر دادم، کی توانستی نهد بند و با سیادم. روز اول که به مقصد خیلی تعلیم شدم، دست آزادگی آموخت و من استادم. باز هم خوشم روزی ما که برای بسرم بسیار خوشحالستان که امروز در افتتاحیه اولین دور گرافیک‌های بانوان شهر هرات حضور داریم و همچنان همون قسمی که گفتن یک سال از فعالین جامعه مدنی هستم و در اوایل سال 2014 شبکه تحت نام زنان رهبر تأسیس شده که خیلی خوشحال شدم که از این فرصت ما هم از این فرصت استفاده بکنیم و این شبکه معرفی بکنم تا که این بانوان عظیم در شبکه زنان رهبر در جمع ما بپیوندند. تا باشه که هدف همگی ما یکسان هست، بکنیم حمایتی از خانم های عزیز و از همقطاران خوب و در کل در جامعه خود خدمتگزار خوب باشید. یک بار دیگه هم تبریک میگم برای همه خانم ها، موفق باشید. همگی شما خوش آمدید. علاوه بر تعلیم اسلامی، معاون عمومی مؤسسه بین‌المللی بیرون دارم این کنی فرسن سوچه. بله از آقای طاهر مسئول امنی پروژه خواهد کنید. علیه سیفی.